حزب الله نیروی قهرمان یا عاملی شریر در جهان عرب مردم به این گروه چگونه نگاه میکنند در سراسر جهان بسیاری در همه این سالها باور داشتند حزب الله لبنان بزرگتر از یک حزب سیاسی بوده و این اواخر در خلع رهبری و دولت کارآمد برخی اون رو حاکم واقعی بر لبنان دونستند و این باور هم وجود داشته که حزب الله لبنان بزرگتر از یک نیروی شبه نظامیه یک عامل تاثیرگذار بر امنیت لبنان منطقه و فراتر از اون در جهان برای همین دلیل آخر خارج از جهان عرب بسیاری از قدرت های غربی اون رو به عنوان نهادی تروریستی میدونستان اونها میگن حزب الله در مقیاسی بین المللی در حملات به غیر نظامیان و همینطور اهداف نظامی در سراسر سر جهان دست داشته اونها البته میگن حزب الله در مقیاس منطقه‌ای هم از گروه های شبه نظامی همسو با جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند و به شکل گسترده در سوریه، عراق، یمن دخالت داشتند و به عقیده شون در لبنان هم حزب الله عامل ثباتی و فساد بوده. حق الناس أن يفرحوا من حق هدول الناس انه يعبروا عن شعورهم بالفرحه بعد قال المتدو... المتوارده عن مقتل زعيم حزب الله اللبناني المجرم حسن نصر الله هدول الناس هن اللي هجرهم حزب حسن المجرم هدول الناس هن اللي قتلهم اولادهم حزب حسن المجرم إن تصاویر مربوط بدن به واکنش برخی از شهروندان حسن <تصالحان> نصر الله در پی حملات إسرائيل ابراز خوشحالی اونها رهبر حزب الله عامل کشتار بسیاری در کشورشون میدونن این عده. البته این ابراز شادمانی از این دست در بین مردم جهان عرب در نقاط دیگه هم تکرار شد اما این بخشی از تصویر کامله در جهان عرب بخشی هم بودن که از شنیدن خبر مرگ سید حسن نصرالله ابراز ناراحتی کردن. و این یادآور اینه که در بین عرب حزب الله لبنان برای برخی محبوب بوده برای برخی مثل این عده منفور رهبرش رو عده یک قهرمان میدونستن و خیلی های دیگه او رو فردی شریر. بخی از عرب مثلا در عراق اینگونه برای مرگ حسن نصر الله ازاداری کردن چیزی باعث محبوبیت حزب الله در بین بسیاری در جهان عرب شده بود و چه چیزی این محبوبیت رو از اونها گرفت بعد برگردیم به یک ربع قرن پیش نزدیک به دو دهه بعد از ظهور حزب الله پس از نزدیک به 20 سال اون زمان اسرائیل در ماه می 2000 پس از دو دهه اشغال از جنوب لبنان عقب نشینی کرد بسیاری این اتفاق رو پیروزی حزب الله دونستن به خصوص در جهان عرب اینکه اونها به تصورشون میتونستن فکر کنن که این حزب الله بوده با مقاومت مسلحانه اسرائیل رو شکست داده کاری که به عقیده اونها هیچ دولت عربی نتونسته بود موفق به اون بشه این تصاویری که الان روی اینجا دیوار میبینید مربوطن به سال 2000 و آخرین روزهای حضور نیروهای اسرائیلی در لبنان حزب الله در دهه 80 برای اینکه بتونن این نیروها رو از جنوب لبنان بیرون کنن شکل گرفته بود و خب در پی خروج این نیروها از جنوب لبنان حزب الله در بین بسیاری از اعراب به یک محبوبیت بسیار رسید در بین مردمی که تلاش حزب الله رو یک مبارزه مشروع علیه یک نیروی اشغالگر خارجی میدونستند شش سال بعد از این اتفاق در جنگ 33 روزه ی لبنان و اسرائیل این جنگ باز هم به محبوبیت حزب الله اضافه کرد در ژوئیه سال 2006 نیروهای حزب الله در پی تهاجم به خاک اسرائیل دو سرباز اسرائیلی رو اسیر کرده بودند که این آغازگر یک جنگ تمام ایار بین حزب الله و اسرائیل شده بود این تصاویری که الان میبینید مربوط هم به همون جنگ 33 روزه علو رقم صدمات بسیاری که در این جنگ به زیر ساخته لبنان وارد شد و بیش از هزار لبنانی کشته شدند اینکه که حزب الله تونسته بود برابر اسرائیل اون زمان مقاومت کنه برای بسیاری در جهان عرب خودش یک پیروزی تلقی میشد از نظر اونها حزب الله تنها نیرویی بود که میتونست این کار رو بکنه برای همین نصرالله رو اونها تمجید میکردن با این حال تصویر حزب الله و رهبرش پس از این جنگ سیاسی روزه سال 2006 به طرز یک ای و چشمگیری تغییر کرد و تاکید کرد که جنگ داخلی سوریه نقطه کلیدی در مسیر سقوط حزب الله از اوج محبوبیت بود جنگی که در سال 2012 آغاز شد حزب در حالی که دخالت خودش در سوریه رو به عنوان دفاع مقدس برای حفاظت از اماکن مذهبی شیعیان توجیه کرد هزاران نیرو رو برای حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه فرستاد رژیمی که از سوی جامعه بین الملل مسئول جنایات بسیاری علیه معترضان و غیر نظامیان عمدتا سنی سوریه شناخته می مداخله حزب در سوریه از سوی بخش بزرگ از جمعیت عرب سنی به عنوان همدستی با یک دیکتاتور بیره تلقی میشد همدستی در کشتار و آوارگی بیگناهان بسیاری ورود به درگیری داخلی سوریه در عین حال حمایت از سیاست توسعه طلبانه جمهوری اسلامی ایران تلقی میشد شد یادآوری کنم سیاست در جهان عرب عمیقا بر اساس خطوط فرقه ای تقسیم شده و روابط نزدیک حزب الله با تهران که یک حاکمیت شیعی است بر این اختلاف های فرقه ای بیشتر دامن میزنه این نزدیکی بخش بزرگی از جمعیت سنی جهان عرب رو از حزب الله بیگانه کرد جوری که بسیاری دیگه این نهاد رو یک جنبش مقاومت پان عرب نمی دونستن و اون رو یک گروه شبه نظامی در خدمت اهداف فرقی و منافع حاکمیت ایران به حساب می آوردن اما قبل از همه اینها قبل از ورود به درگیری های سوریه ورود به درگیری داخلی در لبنان به چه حزب الله رو تخریب کرده بود در ماه می 2008 درگیری های خشونت آمیزی بین حزب الله و جناهای سیاسی مخالف مخالف در مرکز بیروت پایتخت لبنان رخ داد در این درگیری ها حدود 100 نفر کشته شدند و خب در پس این رویدادها این تصور برای بسیاری به وجود اومد که حزب الله برای حفظ منافع خودش حاضر علیه همبتنانش در لبنان از خشونت استفاده کنه و حتی دست به کشتار بزنه در زم. برخی در لبنان معتقدند حزب الله در فروپاشی سیاسی و اقتصادی لبنان دست داره و اتفاقا از این بحران حتی سود هم میبره مثلا در پی انفجار بندر بیروت که این تصویر مربوط به اونه در سال 2020 اگرچه حزب الله مستقیما مسئول شناخته نشد اما خیلی ها به دلیل فسادی که منجر به این رویداد شده حزب الله رو سرزنش میکنن و البته درسته که در بین شیعیان لبنان دست کم تا پیش از این رویدادهای اخیر حزب الله محبوبیتی حد اکثری داشته اما نظرسنجی های اخیر نشون میدن خارج از جغرافیای شیعیان لبنان در بین جامعه متکثر لبنانی نارضایتی از این گروه بسیار گسترده است و فزاینده و خارج از لبنان در بین جهان عرب در بین سنی ها حزب الله حزبی در خدمت مردم لبنان، مردم همسایه لبنان، مردم عرب و آرمان های مقاومت شناخته نمیشه. اونها حزب رو گروهی در خدمت خود و توسعه طلبی های جمهوری اسلامی ایران میدونند.